خانه های خالی ستاره. یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود، گوشه ای از این جهان یه خاله ستاره بود، یه خاله ستاره بود. از درخت قصه ها خاله رفت و قصه چی به همه ستاره ها، روزی یک قصه رسید، روزی یک قصه رسید، روزی یک قصه رسید، روزی یک قصه رسید. سلام به تو دوست قشنگم. قصه امروز یه قصه معروفه، نخودی سبز انگشتی. در زمانهای قدیم ده کوچیکی بود که مردمانش از صبح تا شب کشاورزی میکردن و به زمینهاشون میرفتن و زمین سنگ و محکم و شخم میزدن، بذر میپاشیدن، آب میدادن و درو میکردن. از اون گندم هایی که می کاشتن نون می پختن و می خوردن. نوش جونشون. روزها و شبها آرامش داشتن. تا اینکه روزی از روزها باد سوزان و داغ براشون خبر بدی آورد. آی مردم! آی مردها! آی زنها! بچه ها! خبردار شید که خشک سالی شده و دیگه بارون نمی باره. بند و بساطتون رو جمع کنید و برید، خشک سالی شده. آها خشک سالی شده. چه کار باید بکنیم حالا من میگم باید از ننه نخودی بپرسیم. آره بپرسیم ببینیم چیه. ننه نخودی دردت به جونمون، تو که بزرگ ما هستی، دستمون به دامنت، بگو چی کار کنیم؟ خونه زندگیمونو بذاریم بریم یا بمونیم و از گرسنگی بمیریم؟ بگو ننه نخودی، بگو. پسرا و دخترای نازنینم نترسین، خدا بزرگه، بالاخره این خوشسالیم تموم میشه و ابر و بارون سراغ ما رو میگیرن. ما باز با هم متحد باشیم و تو این فصل داغ و بیگندم به داد هم برسیم تا فصل خوشسالی تموم شه. آخه ما چی کار میتونیم بکنیم؟ اون با من. خب چی کار کنیم؟ هرچی من میگم گوش بدین و بهشون عمل کنین تا وضعمون عوض شه. باشه گوش بدین، گوش بدین، گوش بدین. تا روزای سخت نباشه جون دلم روزای خوب از راه نمیرسن. ما باز تو این روزای سخت با هم یکی باشیم تا روز خوب از راه برسه. ازتون میخوام هر چی تو انبارتون دارین بردارین و بیارین بذارین تو انبار من. از امروز همه با هم غذا میخوریم و فصل خوشسالی رو میگذرونیم. کم بخورید و قناعت کنید تا همه غذا آب داشته باشه. مردم ده با هم متحد شدن و هر کاری ننه نخودی گفت کردن. اونها هر روز با هم غذا میخوردن و قناعت میکردن و ننه نخودی هم حساب همه چیزو داشت و مواظب همه بود تا همه آرامش داشته باشن. روزها گذشت و وقت سال نو شد. مردم امیدوار بودن ابرها بارون ببارن تا دوباره به مزرعه هاشون برن و کار کنن. اما باد سوزان دوباره خبر داد. آهای خشک سالی، آهای خشک سالی، ننه نخودی بازم همه رو آروم کرد و به کارش ادامه داد. روزها گذشت و آذوقه انبار ده ته کشید. ننه نخودی دلش نمیخواست مردم امیدشونو از دست بدن. برای همین شبونه به انبار خالی از غذا رفت و یه دونه نخودی که ته انبارش مونده بود و برداشت و گفت: ای خدای مهربون، حالا من فردا با این انبار خالی چی کار کنم؟ جواب شکم این مردم گرسنه رو چی بدم؟ ننه نخودی مهربون اشک ریخت و یکی از اشکهاش روی نخودی که در دستش بود افتاد. نخود کوچولو از اشک شور ننه نخودی
بیدار شد. سلام ننه نخودی. کی بود؟ چی بود؟ چرا گریه میکنی ننه نخودی؟ من اینجام که بهت کمک کنم. بگو مشکلت چیه؟ مردم گرسنه، خشک سالیه، تو انبار هیچی نمونده. حالا جواب این همه آدم گرسنه و نومید و چی بدم؟ نخود کوچولو. قصه نخور ننه نخودی، تو خوبی و مهربون. حالا وقتشه که من جواب خوبی ها و مهربونی های تو رو بدم. قربون قدم برم. نخودی یه ریزه میزه انگشت سبزشو به زمین زد و انبار پر شد از آب و غذا و میوه های آبدار. ننه نخودی حیرت کرد و بدون اینکه حرفی بزنه دنبال نخودی سبز انگشتی به کوچه های ده رفت. شب بود و تمام مردم پرکار و زحمتکش از خستگی و گرسنگی به خواب رفته بودن. ننه نخودی دید که سبز انگشتی ریزه میزه انگشتشو به دیوارها و زمینها میکشه و به تمام کوچه ها و خونه ها سر میزنه. سبز انگشتی به مزرعه ها رفت و دوباره انگشتش رو به زمین زد. نزدیک صبح که شد، خسته شدم ننه نخودی، میذاری من توی گره روزت بخواب؟ جون دلم بخواب. ننه نخودی گره سر روسریش رو شل کرد و سبز انگشتی خوابید. ننه نخودی هم که خسته شده بود به خونه رفت و تا سرش رو روی بالش گذاشت به خواب رفت. صبح روز بعد وقتی ننه نخودی و مردم شهر از خواب بیدار شدن، دیدن ده کوچیکشون از سرسبزی و حاصل خیزی مثل جنگل تو دل کویر سوزان سبز و پرتراوت شده. توی انبار خونه هاشون پر از غذاها و نوشیدنی های خوشمزه شده. ننه نخودی که می دونست خدا به کمک سبز انگشتی پاداش صبر و قناعتشون رو بهشون داده، خدا رو شکر کرد و از اون روز با سبز انگشتی کوچولو زندگی کرد و با اون مهربون بود. مردم ده هم سه روز و سه شب جشن گرفتن و از صبح روز چهارم دوباره به مزارعشون رفتن و کارو آغاز کردن. خداحافظ. بالا رفتیم ستاره بود، پایین خاله ستاره بود، قصه رو شید و گفت و رفت، باز بر میگرده خیلی زود، باز بر میگرده خیلی زود. خاله ستاره میگه چی داره؟ بالا رفتیم ستاره بود، پایین خاله ستاره بود، قصه رو شید و گفت و رفت، باز بر میگرده خیلی زود، باز برمیگرده خیلی زود.